خدا بینندگان عزیز سلام، به کافه بازی خوش اومدید. عید شما مبارک. این برنامه از یه محیط متفاوت‌تر نسبت به قسمت‌های قبلی تقدیمتون میشه. در بوستان لاله هستیم در خدمت تعداد از هموطنان عزیزمون، شهروندان عزیز تهران. نمیدونم که حالا فرصتش میشه ما تصویرشون رو داشته باشیم یا نه، ولی لااقل من بهشون سلام میکنم. ضمن سلام به شما یه دست به افتخار شما و خودشون بزنن. خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. فینال مسابقه ای فوتبال انتخابی مسابقات جهانی رو داریم و میخواستم با افتخار گزارشگر این فینال رو خدمتتون معرفی کنم، استاد جواد خیابانی. به افتخارشون دست بزنید، خواهش میکنم. سلام عرض ادب. سلام، بفهمید خوبی عبدالله؟ چطوری عزیزم؟ خوشک شما قربان، ارادتمندم. خوبه، سلام، شب شما بخیر. خوب هستین؟ چقدر بیحالین؟ سلامت باشید، خیلی ممنون، خیلی خوش اومدین. عید فطر هم به همتون مبارک باشه. امیدوار هستم که خوب و خوش و سلامت باشید. من خدمت شما هستم. خیلی متشکرم. میدونم که شما کافه بازی، آره بله بله، ما توی فینال کافه بازی هستیم. میدونم که اطلاعات دو تا ورزشکارم خدمتتون هست و بله تیماشون هم مشخصه. اگه میشه تیماشون رو بدید می‌خواستم. بله، الان کسانی که به فینال رسیدن: محمد حسین صالحی از رفسنجان با 22 سال سن، دو بار قهرمان کشور شده، یه بار نایب قهرمان. به افتخار آقای صالحی. بله، همینجور که شما میفهمید تشریفم بیارن دیگه. بله، بازیکنای فینالمون بیان. و مهدی عزتی از رشت 19 سالشه، مقام ها هم انتخابی تیم ملی به مقام اول قهرمانی کشور. زنده باد، خواهش میکنم یه بار به افتخار این بچهای عزیزمون قهرمانای کشور دست بزنی. این مسابقه انتخابی تیم ملی هم هست برای مسابقات جهانی. محمد حسین عزیز، خواهش می‌کنم بچه‌ها بفرمایید. احوال شما خوبین؟ سلام، خوبی؟ من میکروفون خدمتتون میدم. بچه‌ها خواهش می‌کنم یه لحظه تشریف بیارید اینجا. فقط یکی دو تا سوال کوچیک ازتون بپرسم و بریم ان شاءالله برای چیدن کنسول و شروع بازی. هیچ وقت فکر می‌کنم خیابانی گزارش کنه برات. سلام. نه والله، افتخار بزرگیه. زنده باشی، خیلی خوش اومدین. تو خودت بگو از کدوم شهری؟ حالا من رشت. و اینجا داریم کسی که شمالی باشه، یه دست بزنید به افتخار رشتیامون. نه همیشه از ما مهمون نوازی کردن معمولا. و محمد حسین عزیز. سلام، محمد حسین هم کوچیک همتون. خیلی خوشحالم که آقا جواد داره بازیمون رو گزارش میکنه. زنده باشی، قربونت برم. یه دست دیگه به افتخارشون بزنید، خواهش میکنم. استاد فرمایش تیماشون چه تیمی؟ منچستر یونایتد یا سیتی؟ اینا چیکه تای جدول یونایتدیه؟ آره، قدیمیه، قدیمیه. مثلا من یونایتد با همین پس. شما میلان. جالبه که هر دو تا تیم، هم میلان هم یونایتد، تو لیگ کشورهای خودشون فعلا زیاد اوضاعشون خوب نیست، اما اینجا هر دو به فینال رسیدن دیگه. اینم توانایی بچه ایرانیه. بله، که منچستر یونایتد و میلان رو به فینال رسوندن. خیلی متشکرم عزیزم. با اجازه شما، اگر اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم، کنسول رو بچینیم و بریم تو دل بازی دیگه. خب خانم ها، آقایان، بیننده های عزیز و عزیزانی که در بوستان لاله تهران هستن، فینال آماده شروع شدنه. بچه ها هستن، استاد خیابانی هم تشریف دارن. من دیگه اذیتتون نکنم، فقط اینو خدمتتون عرض کنم. ممنون که توی یک ماه رمضان با بوستان لاله بودید، جشنواره مردمی آرمان و زحمات که دوستان کشیدن. خیلی متشکر. بریم سراغ بازی. جناب خیابانی، خواهش. عزیزم خیلی ممنون. با اجازه از دوستان عزیزی که نشستن و بچه های گلی که رسیدن به فینال، خب دوستان اشاره میکنن که من چون قوانین بازی رو نمیدونستم، سه بار بازیکن ها با هم بازی میکنن، کسی که دو بار برنده بشه جام قهرمانی رو میگیره. اینجوری است که الان این یک مسابقه دیگه حکم فینال داشته باشه، یک فینال ستایی برگزار میکنن. اسامی بازیکن ها هم که زیر تصویر هست، فان بیساکا رو میبینید اینجا چی کار میکنه، فان بیساکا بانی مدافع کناری، ولی آمده دیگه. حالا دیالو دوباره برای اریکسن برمیگردونن و حالا تیم میلانه که صاحب توپ میشه برای ضد حمله. فرصت برای تیم میلان، میره به سمت دروازه، ضربه رو میزنه و توپ به بیرون میره. چوکو که او هم برمیگردونه راشفورد، ضد حمله منچستر، میلانی ها رو هم میبندن. یه حرکت خوب، حالا فرصت برای آنتونی. آنتونی از تو دروازه میلان، آنتونی نمیذارن توپو بزنه و تیاو توپو برمیگردونه. اریکسن، مونت، دیالو، شوت از راه دور توی دروازه. تماشاگرای بی حال این برنامه،
گل زدن، دست بزنید. حالا شد، حالا شد. عزیزان بیننده برنامه ویژه کافه بازی هم سلام میکنم بهشون و نتیجه 1-0 به نفع تیم منچستر یونایتد میشه. با گل زیبایی که دیدید به چه ترتیب دروازه میلانو باز کرده. بن ناصر با سانچوکو برمیگردونه. بیساکا فرصت برای گل مساوی و توی دروازه. گل مساوی به ثمر میرسه و نتیجه 1-1 میشه. آنتونی هنوز نیمه اول مسابقه است که حساب کار 1-1 مساویه در فینال مسابقات جام کافه بازی. میلان حرکت میکنه، به ناصر تو در میندازه، برمیگردونه کاسمیرو موند. طرفدار میلان دوست دارن که لیاو در این بازی گل بزنه. باسم به ناصر، حالا به سمت دروازه، فضای خوبی هم داره. به ناصر جلو میاد و لیندلوف در بین راه و نیمه اول 1-1 مساوی تمام میشه. مونت در نیمه دوم هستیم. آنتونی دوباره برای هرناندز، به ناصر توپو پاس میگیره. فضای خوبی دارن یونایتد ها. دیالو ببینیم چه کار خواهند کرد. 2-3 هستن. اریکسن یه چرخ میزنه، دیبل قشنگی میزنه، برمیگردونه. مونت دوباره برای راشفورد، به ناصر توپو پاس میگیره. رجینر برای اوکافور، فرصت داره، پاس به عقب، میتونست خودش بزنه، این اتفاق رخ نمیده. هرناندز. میلان 1 منچستر یونایتد 1. به تیر 1 برگشت توپ، ضربه سر، گل، گل توی دروازه. یه ضربه سر عالی و میلان حالا 2-1 جلو میفته. دوباره فرصت هست برای گل سوم. اونانا بیرون میاد، با سر توپو برمیگردونه. منچستر تلاش میکنه و به کوب میزنه برای گل مساوی، اما این بار هم میلان حالا فرصت برای گل سوم و توی دروازه. گل سوم برای میلان. میلان نتیجه رو 3-1 میکنه اینجا. خیلی سخته که من یونایتد بتونه حالا به بازی برگرده. برگشت توپ، ضربه سر از اون ور، ماینو جوون اونها، راشفورد یه فرصت برای گل، موقعیت داره، ضربه رو میزنه و برگشت توپ از ماینان. فقط 3 دقیقه وقت اضافه داور در نظر گرفته. لیاو گل‌های قشنگی رو توی میلان زد و تمام، تمام. شروع شد. میلان و اف سی بایرن مونیخ، قبلا میگفتن اف سی هالیوود بهش، انقدر که ستاره داشت. اوپامکانو، رافائل لیاو، این بار حالا میلانه که تیم قرمز پوش زمین شده. تو بازی قبلی میلان سفید پوشیده بود. یه فرصت برای تیم میلان، باز هم لیاو و از اون بار دلیخت چجوری توپ بر میگردونه. بازیکن هلندی تیم بایرن مونیخ با لروی سانه. دوباره رجینده برمیگردونه بر رافائل لیاو، دلیخت جلوش صف بسته و نمیذاره که کار بکنه. برای دروازه‌بان یه اشتباه، ببینیم نظر داور چیه. اتفاقی نیفتاده، بازی دنبال میشه، ولی توپ دست میلانی هاست. فرصت گل. مهدی که یه بار به میلان باخته، حالا داره با نام میلان این بازی رو فعلا تا اینجا برنده میشه. لیاو یه دریبل میزنه، دومی رو هم نه نمیتونه، دومی رو پامکانو دریبل نمیخوره. موتینگ، موسا، دوباره کیمیچ، برگشت تو جدال در مرکز زمین تماشاییه. در واقع مهدی عزتی و محمد حسین صالحی هستن که دارن با قدرت خودشون، با اون دستگاهی که دستشون هست، با اون، حالا من چون بازی نکردم نمیدونم اسمش چیه، بعد با اونا دارن کار میکنن. یه گل توی دروازه. بایرن مونیخ گل مساوی رو میزنه. بایرن مونیخ گل مساوی رو میزنه. 1-1 مساوی. هیجان داره به اوج خودش میرسه.
اوپا مکانو، حالا پاس برای سانه، مشکوب آفساید هم بود. موسیالا، موسیالا برمیگرده توپ و گل نمیشه. رجیندرز، گورتسکا، رافائل لیاو و عباس هم کیم این جای کنترل کرده. هرناندز، بایرن مونیخ 1-1. یه پاس پشت پا برای موسا، از این رافائل لیاو نمیتونه و دلیخت کنترلش بهتر از اوست. راجیندر، دلیخت، لیاو، 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 از کنار دروازه، از کنار دروازه. آدم واقعا حس میکنه واقعی اینقدر جذابه. میلان حرکت میکنه، میلان میاد برای گل پیروزی. رافائل لیاو، لیاو و دروازه‌بان برمیگردونه. در حالی که گل رسلیشون هم نیست، رافائل گوئره رو به بازی آوردن. لروش سانه هنوز صاحب توپه، تئو در مقابلشه، تئو توپو برمیگردونه. با لایمر، با بن ناصر، بن ناصر ضربه رو میزنه، خیلی تعویض کرده. حالا من میبینم جوویچ هم به بازی آمده، تعویض های زیادی داشتیم تو بازی. حالا یه فرصت، پولیشیچ، پولیشیچ، گل، گل. داره بازی به سومین مسابقه میرسه، سومین مسابقه در راهه، چون فعلا این دو بازیکن با هم 1-1 برابرن. جوویچ، رجیندرز، 82 دقیقه، پولیشیچ. تمام تیم میلان الان باید دفاع باشه، ولی داره حمله میکنه دیگه، جرأت مربیشو نشون میده، هیجان داره. حالا نکنه بایرن مونیخ گل مساوی رو بزنه. دایر آمده بود تا شاید حتی بتونه گل مساوی رو به ثمر برسونه. ماینان باید کمی هم وقت بازی رو نگه داره، تیمش 2-1 جلوه. آخرین ثانیه های بازی، آخرین ثانیه ها، بشماریم. 10-9-5-4. هنوز تموم نشده، صبر کنید، ادامه داره، ادامه داره. تموم شد، تموم شد، تمام شد. کار به فینال، کار به مسابقه سوم رسید. شروع مسابقه. میلان، معذرت میخوام، روم 0-0. تیم قرمز پوش، تیم رومه در تصویر که میبینید. تیم سفید پوش که لباس اصلیش آبی آسمانیه، ناپولیه. با انگیزا، برگشت برای زلینسکی، اسمولینگ، دوباره برمیگردونه، باز هم انگیزا، دوباره فرصت، یه ضربه که بوهر توپو در اختیار میگیره. سردار با ضربه سر، سردار آزمون میگه به من پاس بدید، حرکت میکنه و توپو به او نمیندازن. باز هم سردار، یه دیبل خوب میزنه سردار، حالا حرکت میکنه، برمیگردونه و اوگارد توپو گرفت. خوارسخلیا، بازیکن اهل، عرض کردم، گرجستان. پاردس، دیبالا، شادی گل دیبالا هم با مزه است، یادتون میاد وقتی گل میزنه چیکار میکنه دیگه. حالا فرصت برای سردار، برمیگردونه توپو. اوسیمن، پاردس، اسمولینگ، عبار، سردار از راه دور شوت میزنه، دوباره زلینسکی، خوارسکلیا به سمت دروازه روم حرکت میکنه. همون ستاره گرجی، همون بازیکن، خودش هم میتونست بزنه، برمیگرده توپ و نمیتونه دروازه رو باز بکنه. داور هم به سرعت میده تا همراه با توپ باشه. حالا بازی در عرض. نیمه دوم، سردار آزمون شروع میکنه. پاردس، جهت استثار بینندگان عزیز شبکه دو سیما، برنامه کافه بازی عرض میکنم، در فینال فینال ها هستیم، فینال
فینالیست ها هستیم. حسین صالحی با مهدی عزتی فینال رو برگزار میکنن، سومین بازیشونه. دو بازی قبلی رو هر کدوم یه بار بردن، 1-1 برابرن. هر کی این بازی رو بره قهرمان جامه، قهرمان کافه بازی بین چیزی حدود 3000 نفر. آره جمعا تقریبا 3000 نفر بازیکن آمدن در این مسابقه، در طی یک ماه حضور پیدا کردن و الان اینجا در بوستان لاله فینال مسابقات رو داریم تماشا میکنیم. خوارسگلیا در این اول یه فرصت خوب داشت برای یورنته، دوباره لوبوتکا برمیگردونن، دیبالا، یورنته، از این مر خوارسگلیا دوباره پاس خوب میندازه، اوسیمن، یه ضربه و بور، دروازه‌بان خوبی بود، خوب شیر جرفت توپو به خوبی گرفت. رناتو سانچز بازیکن پرتغالی تیم روم، پولیتانو، پاردس، باسم سانچز، بالشعراوی، سردار، فرصه سردار، ضربه رو میزنه و توپ بر میگرده. اندیکا، زلینسکی و دروازه‌بان بیرون میاد و در مقابل اوسیمن توپو جمع میکنه. مستقیم بعد از مساوی کار به پنالتی کشیده خواهد شد، وقت اضافه دیگه نداره طبق قوانین دیگه. صبر میکنیم تا کار تمام بشه. در وقتهای تلف شده دروازه‌بان ضربه رو میزنه، برمیگردونه، از این ور دوباره اوار، رناتو سانچز، دی لورنته، الشعراوی، شعراوی پاس به عقب، هیچ شیریسی توپو بزنه و تمام. اولین پنالتی تیم ناپولی، پنالتی اول رو میزنه، ببینیم چه خواهد شد. میگیره توپو. بچه جایزه چیه لطفا من بگید؟ 50 میلیون تومان قهرمان جایزه خواهد گرفت، پس خیلی هیجان داره. 30 میلیون تومان هم نایب قهرمان. سوم چهار گل برای دیبالا. چیپ میزنه توپو. حالا ناپولی، یکیش به نفع روم فعلا. ناپولی، شماره 20 ناپولی میخواد پنالتی رو بزنه، به سمت توپ خیز برمیداره، گل. در دو ضربه ناپولی یک گل پنالتی گل کرده. سردار آزمون میخواد بزنه. سردار آزمون پشت توپه. سردار آزمون، بشمارید، 3-2-1، گل. هیجان داره بازی، روم داره میره به سمت قهرمانی، در واقع مهدی داره میره به سمت قهرمان ناپولی. یه بازیکن چپ پا برده، با پای چپ میخواد پنالتی بزنه. توی دروازه گل. حالا شماره 22 گل میشه یا گل نمیشه، گل میشه یا نمیشه، گل. روم گل دیگری رو به ثمر میرسونه و 3-2 جلو میافته. از 3 پنالتی یه پنالتی رو ناپولی خراب کرده. اوسیمن، ستاره تیم ناپولی، ستارش رو میخواد این پنالتی رو بزنه. این نیجریه‌ای میگیره توپو. حالا یه گل بشه تمومه، تمام. مبارکه قهرمان مشخص محمد حسین. خدا نتیجون عزیزم، خسته نباشی محمد حسین عزیزم، خسته نباشی. خیلی ممنون، قهرمان مشخص شد. به افتخار آقا مهدی دست خوب بزن همه حاضرین. آقای خیابانی، از وقت شما گزارش شروع کردید تقریبا همه
افرادی که تو منطقه شیشه تهرانن اومدن. سلام میکنم به دوستانی که وقتی که ما شروع کردیم در مجموعه نبودن. عرض ادب و ارادت دارم. امیدوارم که هم عیاد عید سعید فطر به شما خوش بگذره، همین که طاعات و عبادات رو مورد قبول درگاه پروردگار یکتا قرار گرفته باشه. افتخار خودتون دست بزن. سلامت باش. سلامت. کافه بازی ویژه 1403 و شروعش تقدیمتون شد. تو آخرین قسمت هستیم. ممنون از جشنواره مردمی آرمان. عزای خیابانی خداحافظی میکنیم. بچه ها موقتا برمیگردیم با یکی از عزیزانی که شما هم دوست دارید، جوایزشون رو میدیم. خیلی ممنون به افتخار استاد خیابانی بزرگوار. بچه ها خیلی ممنونم. متشکرم عزیزم. عبدالله جون خیلی ممنونم. خدمت هستم. خب بیننده های عزیز، قهرمان، نایب قهرمان و نفر سوممون حسام عزیز اینجا تشریف دارن. میخوام دعوت کنم از آقای شاورانی عزیز که مسئول انجمن بازی های الکترونیکی ایران هستن و همینطور شهاب عباسی. به افتخار دوتا بزرگوار دست بزنید خواهش میکنم. شهاب قهرمان لیگ هنرمندامونه. به به. سلام علیکم. قربونت برم. حالتون چطوره؟ عزیزم. تبریک میگم. آقای شاورانی تشریف بیارن، خواهش میکنم. خیلی ممنونم شما. قربونت برم. خسته نباشی عبدالله. خیلی لطف کردی. شبت بخیر. ارادت دارم. شما رو دوست دارن. قربون شما. سلام برم خدمت. سلام علیکم. ارادت دارم. آقای شاورانی خدا قوت. یه توضیح اجمالی میتونی بدی برامون که تا حالا چه اتفاقی افتاده؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و تماشاگران عزیز. مسابقات از اول ماه مبارک رمضان در شب‌های ماه مبارک برگزار شد. بله. با حضور تقریبا 3000 نفر در 5 رشته. بله. و این بازی که این فوتبال 2024 بود با حضور 800 نفر مسابقات برگزار شد که الحمدلله نفرات اول تا سوم. بله. مشخص شدن و نفر انتخابی هم بود. بله، انتخابی تیم ملی برای بازی‌های عربستان و تایلند. به سلامتی. متشکرم ازتون. من خواهش می‌کنم دوستان تندیس و لوح و مدال رو بیارن بدیم به دسته دوتا بزرگوار. شهاب عزیز بفرما. شهاب دیگه سن سالت داره میره این سمت که جایزه میگیره. آره دیگه بعد تجلیل و اینا. بفهمه خواهش کنم. بفهمید این مدال برنزمونه. مدال صفر. بله بله بله. برای حسام عزیز دست بزنید. بفهمید. مدال برنز خیلی مبارک بشه. مدال رو برش بندازی خوبه شهاب. بله چشم. آره مدال برنز یه بار دیگه به افتخارش دست بزنید. مبارکت بشه. مبارکت بشه. لوح تقدیر مدال نقره و تندیس تقدیم می شود با دسته شهاب عباسی به محمد حسین. یه بار دیگه به افتخارش دست بزنید خواهش میکنم. حال محمد حسین گرفته شده. من حسالشو درک میکنم، میدونم، عیب نداره، عالی بازی کردی، دمت گرم. هزار ماشاءالله، متشکرم. خب مدال طلا و جایزه نفر اول با اجازهتون یکی دیگه از کسایی که خیلی زحمت کشید برای مسابقات تقدیم کنن، آقای آذرسرا رو میخوام دعوت کنم، دبیر جشنواره مردمی آرمان و به نوعی مسئول برگزاری. سلام و عرض ادب. به افتخارشون دست بزنید خواهش می‌کنم. سلام علیکم. ارادت. مخلصم. قربان. خیلی خیلی خوش اومدین. کوچیکتونم. زنده باشین. خواهش می‌کنم. با دسته جناب آقای آذرسرا مدال طلا، تندیس و لوح و جایزه رو تقدیم می‌کنیم. نفر اولمون آقا مهدی. من دوست دارم که مدال رو شما بندازید. آقا باعث افتخاره. بار اولمه ولی متشکرم. دست به افتخار نفر اول. قربونت برم. مبارک باشه ایشالله. مبارک باشه و تندیس و لوح و جایزه. متشکرم ازتون. جناب آذرسرا خیلی بزرگواری کردید. خیلی ازتون متشکرم. از شما خیلی ممنونم. شهاب عزیز. ارادت. الهی قربونت برم. یکی یه نکته برای خداحافظی بهمون بگو. خیلی هستن که جدیدن دارن دقیق‌تر میفهمن ارزش بازی و به هر حال بازاری که داره. خدمت شما عرض کنم یه چیزی راجع به بازی‌های کامپیوتری بگم. کلاً الان زمونه عوض شده عبدالله. دوره ما بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری عین بتالت بود. یعنی بابایه میگفت داری بتالت، این چیه، وقتتو میگذرونی، هیچ آگاهی نبود. ولی الان واقعا یه علم شده، یک صنعت شده. یعنی بله. الان واقعا هستن خانواده‌هایی که بله. حمایت میکنن چون تهش یه اهدافی دارن، حتی میتونن درآمدزایی داشته بله باشن. بله. یعنی به عنوان یک شغل باید نگاه کنن و من فکر کنم که باید بیشتر از این حمایت بشه. به عنوان یه
پلیر پیر واقعا کهنه پلیر سر بازی میکنه ماشاءالله زنده آره باشه. دستون در نکنه دیگه. ممنون از شما که سوال میخوام از حضرت عالی و آقای روای عزیز بپرسم. مردم هم دارن صدای و تصویر ما رو میشنون. دوست دارم انصافا بدون تعارف این 30 شبه ماه مبارک رمضان که واقعا تلاش جمعی بود که مردم به یک فرح و نشاط واقعا حلال واقعا کنار هم دور هم بره، این که واقعا شما به عنوان کسی که خودتون هم دست اندر کار بودین اومدین اینجا اجرا داشتین میدیدین، میخوام شما به عنوان یکی از کسانی که تو این شهر رمضان حضور داشتید تو این جشنواره به عنوان کسی که خودتون به هر حال نزدیک داشتید میدید نظر خودتون شاب جان من لذت بردم واقعا. من هر جایی که تشکل‌های این چنینی باشد که جوان‌ها رو سالم به قول شما در عین اینکه نشاط داره سالم است من واقعا استقبال میکنم، دستتون رو به گرمی میفشارم، آرزو میکنم که در سالهای آینده‌ام به همین قدرت و به همین فرمون برین جلو. من لب شما رو به گرمی میبوسم قربان. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. آقای شاورنی خیلی زحمت کشید. خودش تیم شبانه روزی شهاب عزیز را رغم گرفتاری امروز هم با ما همراهی کرد. ممنونم ازت. داوود عزیز که گزارشگری برنامه رو و مسابقات رو برای ما انجام داد. خودش از قهرمانای قدیمی و پلیرای خیلی خوب کشوره. داوود هم بیاد که با همراه هم دیگه خداحافظی کنیم. خیلی متشکرم. مخلصم داوود. قربونت برم. عالیه. عالیه. آقا داوود قربونت برم. آقای آذرسرا و مجموعه تصمیم گیرنده و ستاد جشنواره مردمی آرمان میخوان یه مدال هم نمادین بدن به آقا داوود که واقعا قهرمان بود، کار سختی انجام داد. یه دست و افتخار ایشون هم بزنید بچه‌ها. اگه مدال شما مادلی سال بعدم بهش بدیم. آره حالا بعدم بهش بدیم، ولی شما یه مدال یادگاری طلب دارید. متشکر. اگه نکته ای هست قربان در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون مردم، خیلی لطف کردین، بزرگواری کردین، چه عزیزانی که در بوستان لاله هستن چه بینندهایی که از تلویزیون ما رو میبینن. خیلی متشکرم. امیدوارم همیشه سلامت باشید. عشق میکنم من لبخندهای مردم رو دارم میبینم و امشب امیدوارم شما هم هر وقت هر جایی که هستین بهتون خوش بگذره. یه دست به افتخار همه کسایی که اینجا هستن بزنید. زنده باشین. خدا نگهدارتون.